هم امروز میخوایم بریم با یکی از ورکشاپ های میریم که تاکسی ها را رنگ میکنن. وطنای عزیز، هغه وخت کې تاسو موږ ته ویلي ول ټول لیدونکو ته مو ویلي ول چې دا کار به په دوه میاشتو کې خلاصیږي، لږ ځنډ یې وکړه، دلیل یې څه و؟ ای به خاطر تال خورد د اول ما تصمیم داشتیم کې پروسش ما از رنگ آزاد بمانیم، اینمی رنگ نه هم خراب کدن. یگان تایش بیخی رنگش به طرف نیلی رفته و تغییر رنگ خورده بودن. میشه در باره امی مدل های موتر بر ما بگوین، یعنی کدام مدل ها میتونه اینجا بیا رنگ شوه؟ قراره که در اینجا آمدن موتورهایی که از 94 پایین هستن و عموماً اطرافی رنگ میشه و از 95 به بالا مکمل شهری رنگ میشه. یاد خدا. سلام افغانستان، شرقل است، خوش آمدین، خوش کلدلر، درود بر تمام شما عزیزانی که توت را بیننده هستین. امیدوار هستم وطندارای گلم هر گوشه و کنار این دنیای زیبا که هستین جور صحتمند سرحال و کاملا خوشحال باشین. هموطنای گل، ما فهیم افکار هستم و شما را خوش آمدید میگم به گزارش امشب ما. دوستای عزیز، ما و شما چند وقت پیش، البته یک 6-7 ماه پیش، یک گزارش داشتیم درباره تاکسی های شهر کابل که رنگش جدید میشد، رنگ تاکسی ها تبدیل میشد. کم کم آهسته آهسته در شب و روز تاکسی های آبی رنگ در کابل زیاد شده و همین نمود شهر کشیده هم. وطنهای عزیز، ما هم امروز میخوایم بریم با هم بریم ببینیم که کار چگونه پیش روان است. با یکی از ورکشاپ های میریم که تاکسی ها را رنگ میکنن. وطنهای عزیز، میریم ازشان پرسان میکنیم که کار چگونه پیش میره، ازشان دیدار میداشته باشیم، مراجعین چطور هستند، میاین وطندارای ما کم و زیاد هستند، زیاد میاین، علاقه مندی مردم ما را از پیششان پرسان میکنیم. اما قبل از اینکه طرف ورکشاپ برم، میریم پیش رئیس صاحب عمومی ترافیک، ازشان پرسان میکنیم تاکسی هایی که سابقه هستند میخواین رنگ کنن، آیا پلیتشان باید تغییر بتن؟ چند رنگ میشه؟ چند مصرف میشه؟ چقدر هزینه سر یک موتر میه که باید تبدیل رنگ شوه و این که در چند روز تمام میشه رنگ تاکسی؟ امیدوار هستم که تا پایان گزارش ما را همراهی کنین و از دیدن گزارش لذت ببرید. هموطنان عزیز، تشکر خاص از تمام شما عزیزان که تا این لحظه را بیننده گزارش ما هستین. ما آمدیم به داخل ریاست و در کنار ما رئیس صاحب عمومی ترافیک آقای مختار نشسته. مختار صاحب سلام. و علیکم السلام و رحمت. وقت شما بخیر، خسته نباشین. در این روزا هر افغان که از خانه مو برای خصوصا شهر که میبینه این تاکسی های نو با رنگ نوش که میبینن، واقعا شهر یک ذره زیباتر شده نسبت به اون تاکسی هایی که سابق بود. ما آمدیم در شروع، ما همراه وطندارایم گفتم که قبل از اینکه طرف ورکشاپ برم از زبان خودتان بشنویم که چطور از کارا چگونه پیش میره، مراجعین چطور از درمی عرصه بر ما کم معلومات بتین. بخیر باشین، سلامونه اونی که هیلی تاست و دیتاست دلار طول و هوادوال تورنده که بخیر وسی علا تاست دی را تگ دی خیر بدله در که بخیر وسی. من حیث ترافیک دی مسئول اداره چه ده په دو برخه کې موږ تصمیم دا و چې د کوم تاکسی په برخه کې نا وخت نه و یا تقریبا 4-5 لسیز د غو مخینه و د دو تا پکتو او د امنیتی لحاظ او د نظم د لحاظ او په معاصر کوم تمدن چې ده د هوادو د سیمې د هوادو د نړیوال ستاندارد چې دی کنوانسیون تا قوانینو بین المللي ټولو ته پکتو سه موږ تصمیم ونیو چې تر څو په سایکولوژیک لحاظ هم هیوادوالو ته موږ یو ښه محیط برابر کړو د لیږد را لیږد په برخه کې. تاسو که فکر وکړئ کوم چې نوی رنګ دی په ښار کې هر څوک ورته متوجه کیږي، یعنی یو جلب توجه کیږي، او د دوسه په برخه کې چې کوم اطرافي لوی شهراوی دي، یعنی خلک وایي په هغو موټرانو کې چې نوي رنګ شوي دي ټولو هغو ته ځي، ځکه پوهیږي چې عام یې د موټر جوړ دی، نوی دی او پاک دی او مطمئن دی، یا د هر لحاظه کوشش کوي چې هیوادوال په هغو کې لیږد رالیږد وکړي. دغه ټول څو جوانب دي
چې موږ په نظر کې ونیول او دا تصمیم مو ونیول. ما څو ورځې مخکې رئیس صاحب یو تصویر ولیده چې موږ یو ټکسي په تهران کې ده د ترانزیت موټر چې دی په هرات کې. زه څو ورځې مخکې هرات ته تللم، په هرات کې خو نامخدا ډېر دي دغه موټر، مثلا ځي مشهد ته، ځي مشهد نه تر تهرانه پورې. ما یو تصویر ولیده، دا ډېر د افتخار ځای دی. کمپیا دی هماغه ورځ چې اول ورځې وې چې ټکسیانې نه وې رنګېدلې، ما تاسې سره په همدغه ځای کې یو مصاحبه درلودله. په هغه وخت کې تاسې موږ ته ویلي ول، ټول لیدونکو ته ویلي ول چې دا کار به په دوه میاشتو کې خلاصیږي. لږ ځنډې وکړه، دلیل یې څه و؟ ای به خاطر تال خورد د اول ما تصمیم داشتیم کې پروسش ما از رنګ آزاد بمانیم تا هر شهروند بتانه کې د ورکشاپ‌های محلی و سنتی چی کنن، مترا رنگ کنن. متاسفانه کما فی سابق که رنگ زرد معیارش تغییر دادن، خام و پخته و این رقم اینمی رنگ نهام خراب کردن. یگان تایش بیخی رنگش به طرف نیلی رفته و تغییر رنگ خورده بودن. ما دفعتا تصمیم گرفتیم، فکر کردیم اداره ما که چی را حل برش پیش کنیم که در سراسر افغانستان از لحاظ کیفیت و از لحاظ نرخ نشه که مردم خو غریب هستن و قیمتش بالا برن. ما طرح جور کردیم، دفعتا که وزارت شریک ساختیم، وزارت لبیک گفتن به ای که باید در کل کشور یک معیار باشه و یک نرخ باشه. شما شاهد هستین که 9110 افغانی تقریبا تخفیف 50% است که ما به مردم خود ما دادیم و جای افتخار است. جناب رئیس، بین از وطندارای ما بر ما بگوین، شما فعلا در پیش از اینکه این سوال برسان کنم، با چند شرکت یا کت چند شرکت شما قرارداد دارین؟ اگر یک وطندار ما اگر بخواد که موتر خود رنگ کنه، چند بخش دارین؟ در کجا ما مثلا میتونیم موتر خود رنگ کنیم؟ از لحاظ شرکت خو یک شرکت هستن. از لحاظ مراکز فعلا در کابل ما دو مراکز داریم، یک در طرف سیلو هستن کوټه سنگی، یک نزدیک نساجی در با کارتنه هستن. در زون دنینگرار ما یک مرکز ایجاد کردیم از لحاظ زون. باز گفتیم که یک مرکز باشه، در خود دنینگرار دو باشه، سه باشه، به اساس نیازمندی. و در جنوب در قندار هستن، در او جان برش گفتیم مشروط کردیم، اگر نیازمندی و ضرورت زیاد میشه در داخل شهر یک دو سه چهار باشه. بهار بخیر در هرات و در هر ولایت که نیاز باشه، به شمول خوست و مزار، در مزار در این روزا شنبه یک شنبه ما تصمیم داریم، اگر اجاب موسم میکرد ما در انشاءالله به مزار در مزارم اجاب جور میکنیم و تصمیم در گندوزم داریم. بسیار زیاد تشکر رئیس صاحب. اگر اجازه تان باشه ما بریم با یکی از ورکشاپ ها و بر وطندارای ما از نشان بتیم، ببینیم که کار رنگ مالی چگونه روان است. از معلومات تان یک جهان تشکر. ما در خدمت هستیم. سلامت باشین. هموطنان عزیز، تشکر خاص از شما عزیزانم که تا این لحظه بیننده گزارش شما هستین. ما را بیننده باشین. میریم با یکی از ورکشاپ هایی که در اونجا موترا رنگ میشه، تاکسی های کاغذ پیچ از اونجا هر روز وطندارای ما تاکسی های خدا که رنگشان هم کنر شده باشه میبره، تاکسی های نو میبرن از اونجا. ما را بیننده باشین هموطنان عزیز. هموطنان عزیز، تشکر خاص از تمام شما عزیزان که تا این لحظه را بیننده گزارش ویژه ما از تاکسی های جدید کابل هستین. نه تنها کابل، افغانستان. ما آمدیم به جایی که تاکسی ها رنگ میشه. شما سخنهای رئیس صاحب عمومی را مختار صاحب شنیدین و اینجا یاور صاحب هست که به خیال عهده نمی کارا
بار دوش گرنگ بگویم یا سبک بگویم، چون یک ابتکار هستک، یک کار نو هستک با دوش یاور صاحب است. یاور صاحب خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ عرض ادب خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز، خوش آمدین، سلامت باشین، بخیر باشین. بله، من نامم امام الدین یاور است، مسئول سایت سیلو هستم، مسئول عمومی سایت هستم. بسیار خوب یاور صاحب، ما آمدیم تا ببینیم که کار رنگ‌آمیزی رنگ کردن تاکسی ها از کجا شروع میشه، با کجا ختم میشه، و ای که مراجعین چه رقم از وطن‌دارای ما زیاد میان، کم میان، در این برنامه که ما اگر شریک بسازین بسیار خوب میشه. سلامت و بخیر باشین. خب از زمانی که این برنامه آغاز شد مراجعین بسیار زیاد است، مردم استقبال بسیار زیاد کردن از این برنامه و از این ابتکار جدیدی که تاکسی ها رنگ جدید به خود میگیره در شهر، و مطار خود اینا آماده رنگ میکنن، یعنی از طرح شده بیرون میکنن، یگان داغگیری و کوپیکاشی یگان مشکلات که داره را در بیرون تنظیم میکنن. باز به این شکلی که مطارش ما میبینین در اینجا قدمون بزنیم، به این شکل آماده میکنن مطار خود، میارن در اینجا که ما چیک بکنیم، اینا را رنگ بکنیم، این رنگ جدید برشان بریزیم. این کوپیکاشیش در بیرون میشه؟ بله، مثلا یگان جایی که مشکلات داره از لحاظ تکنیکی کوپی کشی داره و یگان مشکلات داره و همگی در بیرون جور میشه، آماده میشه به رنگ، یک از سر میشه بازی جمعیرن داخل میکنن، چون اول قضیه داریش در طرف یک فرمی برای تاکسی که میگیرن هم از جا میگیرن، باز هم رک از جا گرفتن من اینجا فرمی که اینجا به خاطر از اینکه رنگ میکنن این رو باز تسلیم میشن از دفتر میگیرن از شرکت، باز از میارن اینجا در داخل رنگ. یعنی کوپی کشی و امی آثر که شده این کارا در بیرون میشه، زمانی که یاسر شد آماده به رنگ شد، شما باز اینجا میارن وطن‌دارای ما و اینجا شما رنگ آمیزی میکنن. بله بله، وقتی که آماده به رنگ شد اینجا میارن باز جدا ما به خاطر رنگ آمیزی میبریم. بیم که بریم همون طرف، همون تایسای سبو طرف هم ببینیم. نام خدا، محترم بسیار زیاد است. من همراه رئیس صاحب صحبت کردم، گفت اگر اسناد و موترا کارش زود خلاص شود، مثلا کپی کشی هم که در بیرون شده باشه، در یک روز میتونن شما یک موتر رنگ کنید؟ او بله، اگر اسنادش تکمیل باشه، موتر آماده به رنگ باشه، در یک روز یک موتر کاملا رنگ میشه. فعلا بر ما گفته میتونین یاور صاحب که روزانه چند دونه موتر رنگش تمام میشه؟ خب تقریبا در کل افغانستان امکان داره، سایت ها فعال شده رای است از طرف ریاست ترافیک که در کل ولایت ها سایت ها جور میشه. فعلا در کابل دو سایت فعال است، سایت کارتینه و سایت سیلو، و امکان داره دو سایت یا سه سایت دیگه در کابل فعال شوند. خود در هر سایت گنجایش متفاوت است، یعنی گنجایش ظرفیت از اینکه موتر رنگ شود. در این سایت تقریبا روزانه 30 موتر رنگ میشه، 30 موتر تا 50 موتر، مگر فعلا چون هوا سرد است به خاطر سرد بودن هوا امکان داره 30 موتر رنگ شود. بسیار خوب. خب در این قسمت موتر رنگ میشه؟ بله، این قسمت که موتر آمدن بازی یک استر سفید میشه، موتر به این شکل یک استر سفید مفته در روی موتر، باز هم استیکر که نیاز است و استیکر زده میشه، و آماده یک استری که مناسب از در زیر زنگ باشه، سر یا استری که با وجودی که در بیرون میشه یک استر ما میکنیم، یک استر سفید باز روی از این استیکر زده میشه، و استیکر وقتی که زده شد پس استیکر کند برداشته میشه، همین نشانه که تاکسی شهری و تاکسی اطرافی دیش زده میشه، همین استیکر ها این برداشته میشه، پس از اون موتر رنگی فیروزه‌ای آبی انداخته میشه که اینجا استادکارا رنگ فیروزه آبی میکنن موتر، که نصفش تقریبا اینا رنگ کردن، اونا در حال رنگ کردن قسمت دیگه موتر هستن، یعنی قسمت ها رنگ کردن و اونا قسمت های دیگر در حال عزیزن که رنگ بکنن. بسیار خوب، بسیار خوب. شما ببینید دوستان عزیز، زمانی که وطن‌دارای ما موتر خود را کوپی کشی شده بیرون میکنن، اونم یک آثار هم در بیرون در هر دکان که خوش دارن میتونن راحت کار خود پیش بره، بعد از اون میایم به این قسمت. در اینجا که آمد، البته اگر اسناد و موتر کارش تمام باشه و همچنان کوپی کشی و دیگه جنجالاش تمام باشه، اینی قسمت که موتر آورده شد در اینجا میتونه در مدت یک روز رنگ آموزیش تمام شوه. اینی قسمت سفیدی را که شما میبینین، ایره به خاطر اونمو لوگو هم گفته میتونه، به خاطر اونمو نوشته موندن که این تاکسی شهری است یا تاکسی اطرافی است. و زمانی که اینجا تاکسی را آوردن، یک آثر رنگ سفید هم اینجا یک آثر برش داده میشه، بعد از او آماده میشه به رنگ. که در این قسمت شما ببینین موتر را که رنگ آبی، اینجا رنگ آبی و اونم رنگ سفید است، دو رنگ است، رنگ آبی و سفید. تاکسی های شهری که این رنگ از این تاکسی تکمیل شده، تنها یک برش کلیر میگن، یعنی یک نوع روی رنگیست، یک نوع جلاس، یک نوع پلاستیک است که سر رنگ انداخته میشه، کی آماده است که امو کلیرش انداخته شود، این اخبار را میکنن سر از این کلیر میکنن. اون در تاکسی شهری ما یک تاپه داریم که تاکسی شهری کابل نشته میباشه یا از شهری ولایت دیگه،
دروازه‌اش سفید میباشند، مگم از اطرافیک است تنها تا پیش سفید میباشند، کل دروازه‌اش مکمل متر فیروزه یابی میباشند. او بسیار خوب. فقط فرقش یا کسی که بخواهد بشناسه با این می دروازه است؟ بله آبا، این دروازه است و نشته ای که در خود تاکسی ها زده کسی در پیش بانت هم است، در اینجا هم زده می شود و در بغل دو دروازه هم زده می شود. احیانا اگر کدام روزی نوشته مثال خراب شود یا از بین بره خوانده نشه مثال به مرور زمان می تواند وطندارا بسیار براحتی از دروازه بشناسه، بخاطر که رنگ دروازه های تاکسی های کابل که است تاکسی های شهری سفید است و موتورایی که تاکسیاش اطرافی هست مثال و باز کلش دروازهاش فرق میکنه دیگه کلش رنگ. بله فیروزه ای است، خب گرچه این رنگ است همی نشته هم از رنگ خود موتور است، یعنی تا که رنگ از بین نره این نشته هم از بین نمیره. آه بسیار خب، خیلی کارش اساسی است دیگه. بله بله. یا ورسه بر ما بگوین در این جایی که فعلا ما قرار داریم چند تا وطندار ما مصروف کار است، چند نفر کار میکنن اینجا؟ تقریبا ما اینجا در حدود دنادمی سایت یک 60 نفر رنگمال داریم که هر کدامشان تقریبا 15 سال 20 سال تجربه رنگمالی دارند، که از هر کدام استادکارا پرسان کنین یک شاگرد هم همراهشان می باشند، استاداشون تقریبا تجربهشون بسیار زیاد است و یک 10 نفر هم شاید پرسنل اداری باشه که تنظیم میکنه. ماشاءالله بسیار خوب. و میشه در باره امی مدل های موتر بر ما بگین، یعنی کدام مدل مدل ها میتونه اینجا بیا رنگ شوه؟ شما دای برابر من گبر ما یکم معلومات بدین، بخاطر که من اینجا کرولا را هم دیدم، موتر 2000 هم دیدم، کمپک هم دیدم. خب اصلی امی فرمی را که میگیرن یا جواز تاکسی که گرفته میشه از ریاست محترم ترافیک مشخصات بیشترش مربوط اونها میشه، من تو قراری که دای جام آمدن موتورایی که از 94 پایین هستند و عموماً اطرافی رنگ میشه و از 95 به بالا مکمل شهری رنگ میشه و تعداد موتر اینی از 94 به پایینه که نو بیاید امر تاکسی بگیره اونا شهری رنگ نمیشن. عموماً بیشتر که فعلا موتورا مراجع میکنن من 2000 از فیلدر از موتورا بسیار مدیری بالا است و تاکسی هایی که قبلا امر تاکسی داشتن اونا امر تاکسیشان تغییر نمیکنن و امر تاکسی را میداشته باشن، ولو که اگر مدلشان پایین باشه باز مکری تا امر تاکسیشان است و میتونن اون را بیان رنگ بکنن از پیش استفاده بکنن. و خدای موتورا قدر رنگش مقبول است و موتورا مقبول شده جذابتر شده که یکی همین نمود شهرام برآمده دیگه، ما را مجبور ساختین، مجبور هستیم موتر خودم بیاریم دیگه. سلامت و بخیر باشین، چرانی هزار بار سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، واقعا جای افتخار است اگر به زودترین فرصتی کار تمام شود، چون حال فعلا دو شعبه است، اگر این شعبه ها زیاد شود انشالله به زودترین فرصت تمام موترها رنگش تغییر میکنه و اون موترهایی که رنگش بسیار خراب شده بود انشالله که موترهای نو سوچه میگیره وطندارای ما. بله انشالله امکان داره در تمام ولایت و فعلا سایت های قندار و ننگرهار هم فعال شده در ولایت و ولایت های دیگه هم در حال جریان است فعال شوند و در کابل اینمی دو سایت و چند سایت دیگه هم که در حال کار هستر شما انشالله فعال میشه به زودی. انشالله بسیار زیاد تشکر یاور صاحب. در اخیر اگر شما کدام پیام کدام گفتنی بر وطندارای ما داشته باشین، بر کسایی که میخواین تاکسی های خود رنگ کنن کمره ما در خدمت شما. سلامت و بخیر باشین، پیام به همه وطندارای عزیزی است که ما من کوشش میکنیم که شهر زیبا شود و زیبایی شهر به نظم شهر است و رنگ تاکسی یکی از اینمی زیبایی ها است، یکی از اینمی نظم هاست که کل تاکسی های ما شما انشالله به رنگ فیروزه‌ای بیان و مکمل به یک رنگ به یک نظم و ماده شوانی را همگی میپذیره، خوش داره و از این استقبال میکنه و پیام ما ممی است که کلگی را لبک بگه و از این استقبال بکنه که انشالله چی شوه، امی قضیه پیش بره، امی قضیه انشالله تکمیل شوه انشالله. بسیار زیاد تشکر، جهان سپاس، بخیر باشین. هموطنان عزیز تشکر از شما عزیزانم که تا این لحظه را بیننده گزارش شما هستین. شما ببینین واقعا که موتورها بسیار مقبول، اینیا تاکسی های هست که در داخل شهر میتونن کار کنن و همچنان تاکسی های اطرافی اوج هست که شما دیدین که میگن اگر از 95 پایین باشه مدل موتر بار اطرافی میگیرن، اگر بالا باشه موترها را تاکسی های کابل میگیرن. آیسای سر رسیدیم به بخش پایانی گزارش، امیدوار هستم که از داشته های امروز ما شما لذت برده باشین. تا دیدار بعدی، تا گزارش بعدی که باز هم حاضر شم به شما گزارش تهیه کنم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. شب روزتان خوش.